با سلام به شما، عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای برنامه ویژه از گروه تفسیر خبر شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید شالنگی هستم، این بار نیز از لس آنجلس در این برنامه ویژه با شما عزیزان خواهم بود. مهمان این برنامه ویژه گروه تفسیر خبر، کارگردان، نویسنده و بازیگر تئاتر ایران آقای هوشنگ توزی هستند. آقای هوشنگ توزی نیاز به معرفی بیشتری جز بردن نامشون و دیدن چهرهشون نداره. برای میلیون ها بیننده ایرانی نیز چهره و نامی آشنا هستند از طریق تئاترهایی که پیش از انقلاب در ایران بازی کردند و به ویژه در خارج از کشور که عملا بنیانگذار یا مؤسس یا هر عنوان دیگه‌ای در این ردیف تئاتر حرفه‌ای ایران در خارج از ایران هستند. تئاتری که بدون هیچ کمک مالی و پشتوانه‌ای با شور، اشتیاق، عشق، هر نام دیگری در این ردیف آقای هوشنگ توزی تونستن تئاترهایی رو به صحنه ببرن که سالها بر صحنه بود و بینندگان بسیار در اروپا و آمریکا داشتن. با شما عزیزان خواهیم بود همراه با آقای توزی گرامی، هوشنگ گرامی، تا لحظاتی دیگر. به نمایندگی از شما عزیزان به آقای توزیع گرامی خوش آمد میگم. هوشنگ جان خوش اومد. سلام، خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین که منو به برنامه‌تون دعوت کردین. خیلی خوشحالم که اینجاستم جمشید عزیز و این حرفا رو من میزدیم. من واقعا هوشنگ توزیع که ما میشناسیم، من داشتم از خجالت آب میشدم راستش. نه خیلی ولی خب نه آب نشین برای آره. تو این برنامه باید باشه. من نه گوشه‌ای از واقعیت ها بود. این رو هم بگم که آخرین کار آقای توزیع سورپرایز پارتی هست که در لس آنجلس به صحنه رفته و چند شهر دیگه ای آمریکا که با استقبال بسیار بسیار زیاد بینندگان ایرانیان، تماشاچیان این نمایش روبرو شده، یعنی بینندگانی که رفتن و بعد عنوان تماشاچی یا تماشاگر بهشون میشه اطلاق کرد. میشه اول اساسا یکی تماشاچی باشه به طور حرفه‌ای؟ آره، آخه اصلا وقتی شما میگین با استقبال تماشاگران روبروش، ما اصلا تماشاگر نداریم. داریم یه سری، یه مقدار خیلی مثلا به اندازه یکی دو تا اجرا داریم. بقیه ایرانیان عزیزی هستن که حوصله‌شون سر رفته تو خونه و میان ببینن که چه خبره. خب هوشنگ، اصلا سورپرایز پارتی ما شروع میکنیم. بله، چه مدتی کار کردین برای این؟ حالا سورپرایز پارتی علی رغم اسمش که ظاهرا شیرینه، خیلی قصه تلخی داره. 5 سال پیش این نمایش رو ما با 4 بازیگر با 3 بازیگر دیگه داشتیم می‌بریم رو صحنه و بعد نشد و بعد این بازیگرها عوض شدن، بعد نشد، بعد من خودم نقشم عوض شد، نقش شدیم به یکی دیگه، نشد، بعد دیدیم نمیشه اصلا. اسمش هم آچمز بود. زنن آچمز هم همونطور که شما که حتما میدونید ملت ایران هم در ایران میدونن، چون این با این کلمه آشنا شدن. چون آچمز، بله، ما اصولا ما ملتی هستیم که با کلمه آچمز آشنا هستیم. و بعد اما در خارج از کشور من واقعا با هر کسی که صحبت میکردم 95% کسانی که باشون صحبت میکردم اسم تئاتر میپرسیدن، آچمز نمیدونستن یعنی چی. و من مجبور شدم یک اسمی رو انتخاب بکنم که یک جوری مفهوم آچمز رو بده. سورپرایز پارتی هم همونه دیگه. اگر یه خود راهی نداشتن نه آچمز شدن، یعنی آچمز یه جایی شطرنج، آره، توی اصطلاحی در شطرنج، یعنی چارچنگولی گیر کردن. این اصطلاح لوریشه به قول معروف، چون شما هم مثل که لورد چی؟ بختیاره. از کنم من که هستم ما مهمانایی داشتیم در تفسیر خبر ایتالیایی صحبت میکردن، بلافاصله میگونیم ترجمه بختیاریش هم بگیم، لوریش هم بگیم، بینندگانمون باید بگیم. بله، به هر حال آچمز یعنی چارچنگولی یه جای گیر کردن، یا وقتی که هیچ راه دیگه وجود نداره، نه راه پسی وجود داره، نه راه پیشی وجود داره، یه نقطه‌ایه که
از نظر ما ملت ایران هم نقطه خوشیه، چون نباید جلو بریم، نباید عقب بریم، نه این ور بریم نه اون ور بریم، آتما از یه گوشه میگیریم میشینیم و همیشه هم که خب خدا رسونده، یعنی واقعا میشه دیگه، جور میشه آخرش. این مال اسمش، این مال اسمش. چقدر طول کشی؟ پنج سال. من در طول این پنج سال، در طول این پنج سال دو تا نمایش خیلی به قول معروف سخت رو بردم رو صحنه و اجرا کردیم، هر کدوم به اندازه یک سال، یک سال نیم، دو سال. باز دوباره برگشتم به این، هر بار برمیگشتم به این و باز نمیشد. واقعا آچمز شده بودیم، خودمونم تلس شده بود این قضیه، تا اینکه باز دوباره برگشتیم این رو انجام دادیم و آخر سر باورتون نمیشه درست برگشتیم همون چهار تا اولیه که در پنج سال پیش با هم جمع شده بودیم، باز نمایش با همون چهار تا رفت رو سر. خانم شیلا وسوق، خانم رکسانا رستگار و آقای محسن مرزبان که هر چهار تا، هر چهار تاشون یعنی خودم هم اگه جزشون باشم، هر چهار تامون سالها با هم کار کردیم. نمایش دیگه ایران با هم کار کردیم، به خصوص با آقای مرزبان، به خصوص خانم شیلا بوسوق و خانم رستگارم تازه به گروه ما پیوستن، ولی خیلی خوش آمدن و یکی دوتا کارم انجام دادیم با هم دیگه. بچه های خیلی خوبی هن، البته سناشون از 40 به بالاست، ولی اجازه بدیم من میگم بچه های خوبی هن، برای که من فهم میکنم بچه های تئاتر همیشه بچه های، همیشه راجب آکتور های تئاتر باید بگیم بچه های خوبی هن. خب این واقعا بچه هن، این بچه های تئاتر که اشاره میکنین، هوشنگ توضیح، از کارگاه نمایش شروع کردیم. بله درسته؟ من از بچه های کارگاه نمایش هستم. بله. از اون بچه ها چه خبر داریم و چقدر کار در کارگاه نمایش مؤثر بوده در اینکه امروز روز هوشنگ توزیع در خارج از کشور تئاتر سورپرایز پارتی رو به صحنه میبره و تئاترهای دیگه رو به عنوان کارگردان، بازیگر، نویسنده. بسیار نکته خارق‌العاده‌ای رو اشاره کردیم و نقطه زیبایی رو روش انگشت گذاشتیم، نقطه بسیار بسیار مهمی رو. کمتر این سوال از من شده. من چطوری بگم، هر چیزی که یاد گرفتم در تئاتر، یعنی در واقع پایه تئاتری در من در کارگاه نمایش تهران ریخته شد. در کارگاه نمایش تهران مهم نبود که شما سوپر استار یک گروه هستین یا نقش اول یک نمایش رو بازی می‌کنین، ولی شما اگر اون نمایشون امشب رو صحنه نیست و یه نمایش دیگه رو صحنه است، شما بلیط فروشید یا آشرید، به قول من رو مردم رو میشونید، یا مدیر صحنه هستید که پراتی کابلا و صندلی ها رو این برابر میکردید، یا نور و صدا رو درست میکردید که من علاقه خاصی به طراحی نور و صدا و انجامشون داشتم. بعضی از نمایش ها رو مثل نمایش های اسماعیل خلج رو یادش بخیر، استاد اسماعیل خلج باید بگیم، برای اینکه یکی از بهترین نمایشنامه نویس های ایران در اون مقطع بود به نظر بنده. گلدونه خانم و مشرحیم و مشرحیم و گلدونه خانم، من خودم البته در مشرحیم، حالا چطور مشرحیم، بازی میکردم و بعد یه خورده اون موقع تحت تاثیر بچه های چپ قرار گرفتم و مخالف اون نمایش شدم، نه اصلا مخالف اون نمایش شدم و بعد دوباره برگشتم. اما اون نمایش رو من سالها نور صداش رو میدادم و واقعا میتونم بگم که هر دو تا این نمایش های کوتاه همراه زیباترین نمایش های ایرانی هستن که بنده به یاد دارم. نه اینکه نمایش های زیبای دیگه هم نیست، ولی اینا اگر خود خلج هم تو نمایش با شما، خود خلج هم بازی کنه چقدر هم زیبا بازی میکنه. خانم شکون نجم‌آبادی بود و اکبر رحمتی اگر بله. هنوز در ببینید در مشرحیم، حالا که صحبتش شد اتفاقا کاش تیکاشی داشتیم پخش میکردیم. من اگه میدیزم همچی بحثی میکنیم، دو تا از نمایش های اسماعیل خلج رو که در سالهای گذشته ضبط شده بود، اینا رو ویدیوشو دارم. خوبه، کیفیت کیفیت عالی، امیدوارم بقیه کارهای کارگاه نمایش هم باشه. فقط این دوتا مسی که بوده که اومده بیرون و بعد خود دلم نمیخواد بگم مرحوم رضا ژیان، اصلا دلم نمیخواد این کلمه رو بگم، نمیخواد بگم رضا ژیان، یکی از بهترین بازیگران تئاتر ایران قبل از انقلاب، بعد از انقلاب متاسفانه زیاد اونجا نبود، اومده بود این بر، اما به هر حال اون نقش مشرحیم بازی میکرد، فریبرز سمندرپور یادش بخیر، و علی جاویدان
مرتضی اردستانی، من و خود اسماعیل خرج بازی میکردیم، اما در گلدون خانم، خانم شکو نجم‌آبادی بازی میکردن و بهترین بازی کرد. خود گلدون خانم، گلدون خانم رو سه نفر بازی میکردن. آها درسته. اولین گلدون خانم، خانم شهناز جابری زاده بود، یادشون بخیر، اینجا هستن، مثل که شنیدم در اورنج کانتی هستن، در نارنجستان، پرتغال آباد ببخشید. بعد شکو نجم‌آبادی بازی کرد، فوق‌العاده. بعد شوره آقداشت رو بازی کرد اون نقش. درست. سه نفر اون گلدون خانم بازی کردن و جالبه که گلدونه سه تا نقش بازی میکرد، اون بازیگر نقش گلدون خانم سه تا نقش بازی میکرد و سه بازیگر زن این نقشه رو بازی میکردن. به هر حال یادش بخیر. برگردیم به کارگاه نمایش. من هرچی که بلدم از کارگاه نمایش بلدم. خب کسان دیگه هم بودن مثل آقای نلبندیان که رفت. خب دیگه. و آربی آوانسیان، اشاره کردی به شوره عزیز، شوره آداشلو گرامی و کسان خانم فهیمه رستگار. بله، خانم فهیمه رستگار باز یادشون بخیر. و ایشون هم به تازگی ما رو تنها کاویانی، فردوس کاویانی، پرویز پروسینی، پرویز پوستمیمی، تمام بچه‌ها که واقعا هر بار من یادشون میافتم یک بغض درونی میاد منو اشغال میکنه. اشغال اگه توسط بغض باشه بس خیلی بد نیست. بغض شریفی که بغض شریف گذشتی. آره. و این کارگاه نمایش برای بینندگانی که احتمالا آشنایی ندارن، خیلی جای کوچیکی بود، یعنی یک بسیار کوچیک به اندازه تجربی انجام میدادن و بس. بیشترین کسی که این کار رو انجام میدادن به عنوان کارگردان آربی آوانسیان. نه، ایشون خیلی کار انجام میداد، کار فوق العاده خوبی انجام داد. آشوربانیپال بود. آشوربانیپال بود، یادش بخیر. کارای تجربی عجیب و غریب و خارق العاده انجام میداد. بیشتر یک معلم بود به نظر من. خانم مریم خلوتی بود. بله. که چند تا کار فوق العاده گذاشت اونجا. اما خب به هر حال آربی اوانسیان یادمون نره. آربی اوانسیان یکی از کارگردان‌های خارق العاده ایرانیه که در سطح جهانی میتونست بدرخشه و کاراشو در فستیوال‌های فرنگی میبرد. من خودم در یکی از این کارا رفته بودم به چندین فستیوال و به همین دلیل فستیوال نانسی. فستیوال بله، ایشون به فستیوال نانسی رفته بود ولی منو نبردن اون دفعه. در یه فستیوال در یوگوسلاوی به نام بیتف فور یادمه که اینگمار برگمن استاد دوست شریف شما نمایش رو صحنه داشت. بله با هم البته. بله من رفتم واقعا دستش رو فشار دادم و گروتوفسکی رو دستش فشار دادم و آقای پیتر بروکو و آقای رابرت بیسون هم که باشون کار کردم تو جشن هنرشناسی. این دست دادم از همونجا می اومد دیگه. بله بله، من واقعا خیلی خوشحالم که با گروتوفسکی دست دادم. بله. خب خوبه دیگه. گروتوفسکی یکی از بزرگان تئاتر دهه 60 70 و نمایشایی هم به جشن هنر رو به جشن هنر بود. بله تاعت... همیشه شاهزاده رو. بله ببخشید، شما که خودتون نقدم مینوشین اون موقع. و تئاتر بیچیز یا تئاتر فقیر، نوع تئاتری که نه که فقیر به معنی از نظر معنا یا اینکه بدبخته یا هر چی، بی پول یا اینا، تئاتری که بدون ابزار صحنه زیاد و جنبه دکوراتیو بودن تئاتر کمتر و تئاتر ساده و روونی که در این حال مسائل موضوعات عمیق رو مطرح میکرد. ما با آقای توزی گفتگو میکنیم، موشنگ توزی گرامی در برنامه ویژه تفسیر خبر در لس آنجلس هستیم. بخشی از کار آقای موشنگ توزی، کار جدید سورپرایز پارتی رو با هم میبینیم. چرا شما بعد نگفتید میگه زنگ داریم؟ خب کسی نپرسید که بگم. وقتی یه آقای
برای حلقه ازدواجش رو قایم میکنی یعنی چی؟ یعنی زن نداره. خب آخو موقع نداشتم، یعنی هم داشتم هم هوشنگ عزیز، سورپرایز پارتی کاری هست که یه مقداری بازتاب وضعیت ایرانی ها، نمیخوام بگم خارج از کشور، یه موضوع ساده ای است که توی زندگی خیلی ها در ایران، بله، خارج از ایران هر جا که هستن، روزمره ما هم احتمالاً روزی بتونن باشن اونجا ممکن اتفاق بیفته، زندگی خیلی کسای دیگه، یعنی یک موضوع حتی میتونه این اتفاق برای آمریکایی خانواده آمریکایی بیفته.
دقیقاً برای اینکه سوژه‌اش که سوژه همونطور که فهمیدید بسیار سوژه ساده‌ایه که رفته رفته در طول در این سفر نمایش پیچیده میشه، از یک اتفاق ساده شروع میشه و ابعاد پیچیده‌ای پیدا میکنه و در آخر سر هم مثل بنده پا در هوا میمونه، یعنی هیچ جوابی داده نمیشه بهش. میتونه در هر جا اتفاق بیفته، تو هر خونه‌ای میتونه اتفاق بیفته، برای هر ملیتی میتونه اتفاق بیفته. یعنی یه موضوع اجتماعی، یه موضوع شخصی که در واقع یه موضوع اجتماعی هم هست، نیست؟ بله، دقیقاً. اتفاقا موضوع شخصی نیست، به دلیل اینکه این نمایش نمایش خانوادگی نیست، ربطی به یک زن و شوهر نداره. زن و شوهری هم در اون نمایش هستن، ولی اینها در ارتباط با دو تا آدمی که از بیرون میاد وارد میشه، یکی یک دزدیه که وارد میشه. البته دزد ما اسمشو میذاریم دزد، ولی در واقع میبینیم که اون دزد از همه شریفتره. تو اون جمعی که داریم اون جمع از همه شریفتره حیوانی. و این یه آدمی که میخواد خودشو بکشه و یه خود بدهکاره، میبینه شرفش اجازه نمیده بدهکار بمیره، بنابراین یه خود پول لازم داره خودشو بکشه. اینم به قول معروف طنز قضیه هست، برای کشتن پول لازم داره، به خصوص تو آمریکا، برای اینکه مثلا 15,000 دلار 30,000 دلار یه هم چیزی شنیدم، برای میدنی من گفتم من حالا هستم 15,000 دلار مخارجی که یه نفر بمیره خیلی زیاده، بنابراین این آدم این حداقل حد باور بکنید. بله ناچارن پس زنده بمونیم، ناچارن زنده بله. اینه که حالا اینم بعدم میاد و که یه پولی پیدا بکنه که بدهکاریشو بده، و بعد خب گیر میفته، و بعد اونم که گیر میفته مثلا میبینه خودش خود از این دوستره، یعنی مشکلات بیشتری داره، بعد یه خانم دیگه ای که میاد برایش اونم مشکلات دیگه داره. اصولا راجع به یک گروه از آدمایی که مشکل دارن، و با این اما چون ایرانی هستن با این که مشکل دارن، اینشو من خودم دوست دارم، با این که مشکل دارن با هم، ولی چون ایرانی هستن میگن گوشتم دیگر میخورن استخونم دیگر نمیزن بیرون، این گروه بر علیه هم بلند نمیشن چون ایرانی هستن. یعنی یکیشون اومده با هفتی و دزدی اون هفتی اون بهمون خیانت کردن اونه، ولی همه همدیگر رو یه جوری میبخشن، با هم کنار میان، نه تنها کنار میان، همدیگر رو میبخشن و به همدیگه کمک میکنن. وجه مشترکشون چی هست؟ وجه مشترکشون این کاراکتر رو وجه مشترکشون اینه که همه دروغ میگن. ببخشید، یعنی اینه دیگه، همه دروغ میگن، یعنی در طول 2 ساعت همه به هم دروغ میگن. آخر سرم عید میشه، رادیو روشن میشه، این به قول معروف شعار داریوش اول که همه خیال میکنم مال کوروش کبیره، میگه خدای ما ایرانیان را از دروغ، خوشحالی و دشمن و خیلی چیزای دیگه هم اضافه کرد، و بعد چیزا دیگه اضافه میشه، دیگه مال داریوش دیگه اول نیست، مال هوشنگ دوم، هوشنگ هفتادم هشتادم. خب من یک نکته هستش که ببینی از بوی خوش عشق که طبعا قبل از اونم نمایشی داشتین در بیرون، بله دوتا نمایش قبل از اون، دوتا نمایش که یک مرتبه اساسا برای من اینجا دیگه به عنوان یه منتقد سابق تئاتر یا هر چی که صحبت میکنم بنیاد یا تئاتر حرفه‌ای کامل هست خارج از ایران. تو ایران هم ما همیشه تا حامیش دولت بود یا به شکل‌های مختلف، گاه بیشتر مواقعا با حسن نیت، البته داشتیم تئاتر حرفه‌ای، حالا بحث فرصتش نیست. بریم بوی خوش عشق. همینجا بگم که خانم شوره آقاداشتو همسر هوشنگ عزیز قطعا در این تئاتر حرفه‌ای در همراهیش با هوشنگ توزی سهم بزرگی داشت، خیلی سهم بزرگی، سهم بسیار بزرگی در این تئاتر حرفه‌ای داشت. از بوی خوش عشق که ما شروع میکنیم چون دیدم تا سورپرایز پارتی، هوشنگ توزی یک طنز خاصی داره، طنزی که جای دیگه کم دیده نشده یا من ندیدم، که کم هم ندیده بودم تئاتر، و این طنز همچنان میبینی که در سورپرایز پارتی هست. خود هوشنگ توزی اگه بخواد تو بگه که مشخصات این طنز رو تو بگی چه خواهی گفت؟ چرا طنز؟ برای اینکه طنز هم شیرینه هم تلخه،
طنز ربطی به کمدی نداره به نظر من. بله. طنز بغض آلوده. طنز بغض به وجود میاره. بنابراین بعد دیگه دست تماشاگری که میخواد قهقهه بزنه یا میخواد گریه کنه یا میخواد بغض بکنه از کنترل ما خارج. بارها به من گفتن که خب نمایش کمدی، میگم نه، من نمایشی که میبرم مثلا کمدی نیست، ولی بعضی وقتها اسپانسرها می‌نویسن نمایش کمدی برای اینکه کمدی مردم دوست دارن. البته خب مردم میان به شدت میخندن، انقدر میخندن که من اعصابم خورد میشه، راستش میگم. برای اینکه میگم بعضی وقتها یه جوابای دردآوری، یه نفر از اینکه سوال میکنه یه جواب دردآوری میشه و مردم میخندن. مثل خوردن یه نفر تو برف رو زمین، چرا مردم میخندن؟ نمیدونم، این یک رمز و رازی برای من. چون شاید اون روال عادیه که به هم میخوره خب خنددار میشه. مثلا فرض کن خب اینم هست، درسته. اما در مورد طنز، مثلا در کار هوشنگ توزیع، در نمایشی که میبینیم، آیا فکر نمی‌کنی که مثلا این خنده این هستش که یک مقداری اوریان میکنه، خیلی راحت نشون میده، همون چیزی که احتمالاً من تماشاچی هم گرفتارش هستم. دقیقاً. اون من فکر میکنم فصل مشترکه. من میگم خنده تماشاچی اعلان درک. یعنی من درک میفهمم چی میگی و میخنده. یعنی یه جور آینه که ما محاسن زیادی داریم، این چیزا هم داریم. بله. آره، حالا حتی اگه در مورد من فکر میکنم تماشاگر موقعی میخنده که داره موافقتش اعلام میکنه، میگه میفهمم چی میگی، من با تو هم دردم. پس دیگه عصبانی نشو. نه، از این نظر ناراحت میشم که متاسفانه این مسئله باعث شده که این جریان تئاتری در خارج از کشور، به خصوص در لس آنجلس، توسط یک عده‌ای که این تصدیق این کارو ندارن فهم کنن خندوندن خنده تمام اون چیزیه که یک تئاتر لازم داره، در صورت که نه. بنابراین خب میگن خب جوک میخندون آدم ها رو دیگه. من آدمای بسیار محترمی رو دیدم، بسیار دانشمند، پروفسور دانشگاه، در یک مهمونی یه نفر یه جوکی گفت من این خندیده. خب پس میشه راحت مردم خندون. خب آره، اون فرق، اما روی صحنه تئاتر فرق میکنه. شما جوک بگی شاید مردم نخندن، برای اینکه یک انتظار دیگه رو دارن. حالا این جوکا وقتی میاد روی صحنه یه خورده نمیدونم، به نظر من کمدی خورده مورد ظلم قرار گرفته، نه تنها در جامعه ایران، در جامعه آمریکا هم همینطوره. کمدی آقای وودی آلن زیاد بها نمیدم. درست، یعنی به طنز و کمدی هم خودش ارزش داره. بله، طنز و کمدی در حالی که اصلا تئاتر از کمدی میاد. بله. شکسپیر کمدی نویس بوده، خیلی کمتر. خود برتولد برشت بسیار بسیار نمایشه کمدی داره، بسیار هست. گوشه دیگه از کارهای هوشنگ توزیع عزیز رو میبینیم، یک ایرانی در بهشت. خانم بنده از سگ من به سگ حساسیت دارم. با یه حالت نمیترسی پرسیدم براش اسمم انتخاب کردین، هر سه با هم گفتن راکی. راکی خندم گرفت، تو دلم گفتم این بیبی هیچ شباهتی به این مرد که سیلوستر استالونه نداره. این اسمش باید میذاشین شقایق، بیبی، قنچه، یاس. خانم در عرض سه ماه شقایق تبدیل شد به رخش رستم. اصلا هیچ درخت لوبیایی در عرض سه ماه اونقدر رشد نمی کنه که این راکی ما روش کرد. باورتون نمیشه، یک حجمی تو این اتاقا را میرفت، از خودش صدایی در میآورد. من هر آن احساس میکردم این الان میتونه بپره و منو بخوره، به خصوص مواقعی که تو خونه تنها بودم. باور بکنین وقتی که خودش لوس میکرد روی این دوتا پاهاش بلند میشد و این دستاش مینداخت روی این شونهای من، یک سر و گردن از من میزد بالاتر و من عرق میکردم، رنگم میشد زرد، چون به چهار ستون بدنم شروع میکرد لرزیدن. اینطوری میگفتم تصمیم بگیر بخواد من بخوره، کله من نمیخوره. زنم در همین حال در کمال خونسردی از کنار ما رد میشد و میگفت جمشید هانی هر کاری میکنی نذار سگ بفهمه که تو ازش میترسی، وگرنه چی؟ من مگر این خب این چطوری نظرم میبفهم من ازش میترسم؟ این سگ خان است که این بالاخره میفهمی دیگه، این سگ دیگه باهوشه. من از دست این سگتون نجات بدید. ما هم راه میرفتیم، راکی سید، راکی سید، راکی سید، راکی سید.
شقایق یا همین راتی وقتی دندون در آورد، هر چیزی که در خانواده ما از نظر قانون فیزیک جویدنی بود جوید دیگه. لبه پنجره ها، تخت ها، صندلی ها، دست این جارو برقی ها، کفش ها، یعنی هر چیزی که زنم میگفت آخه حیوانی جمشید بیبیمون رو نگاه کن، به سگیم گفت بیبیمون ببین داره دندون در میاره، میگفتم ای این بیبیمون هنوز دندون در نیاورده، این مادر سگ دندون در بیاره قراره چی رو بزایه خرخلگم. حالا که دندوناش کاملا در اومده بود دیگه چیزی در خانه ما نمیجوید، برای اینکه در منزل ما دیگه اصلا چیزی برای جویدن باقی نمونده بود جز کفش، جز کفش. و از میونه تمام کفش های اون خانواده فقط کفش های من، تمام کفش های من دالبور بود. زنم میگفت تفسیر خود جمشید حتما تو در زمینه های ناخودآگاه و در لیر های تحتانی وجودت یه کاری کردی که این سگه فهمیده تو اونو دوستش نداری. سگا خیلی باهوشن. گفتم این سگه باهوشه، این فهمیده که من دوستش ندارم. سه بعد غذای روزانشو کی میده؟ من. اون ظرفای بوگندوی قضاشو کی میشوره؟ من. واکسناشو کی میبره بزنه؟ من. هفته ای سه روز تو پارک سگا کی باش میده سگتو میزنه؟ من. اون وقت فهمیده من دوستش ندارم. آره خانم، صبح که از خواب پا میشدم چشم باز شده نشده تپه 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 آثار شب قبل آقا را کی؟ روی موپا، فرشا، کاناپه ها و کفشای من به خصوص اونجا نمایان بود. خودشم در کمال برازندگی اونطوری خیلی بود که خوشش بود اینطوری باشده بود کنار آثارش و به من اینطوری نگاه میکرد، مثل کار خوبی کرده. گفتم بیا برو گم شد، دقیقا برو خود مخفی کن، خجالت بکش، یا چه افتخار ندارین که صفت کاری ها که بیا برو. خانم راکی عاشق هنر ایرانی بود. چطور؟ وسط به خصوص فرش ها و قالی های ایرانی آه. وسط همشون بلا استثنا شاشیده بود، درست وسطشون. یعنی اگه من و زنم میخواستیم درست وسط فرش های خودمون رو انتخاب بکنیم پیدا بکنیم به خوبی راکی نمیتونستیم. راکی هندسش از ما بهتر بود. حالا ما همینطور دنبال روزنامه لس آنجلس بگرد صبح اینا رو جمع کنه، اینا رو جمع بکنه. پی میگیریم برنامه ویژه گروه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا با آقای هوشنگ توزی، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر گفتگو میکنیم. هوشنگ عزیز، در کارها یعنی در سریال ها، فیلم های غیر ایرانی اینجا در هالیوود بازی کردی، راضی هستی؟ از چی؟ از نتیجه تجربه خوبی بود برای من. آره تجربه بسیار خوبیه، تجربه بسیار خوبیه. نه اینکه 100% از پیامداش از باشون موافقم یا نه، اما تنها چیزی که منو خوشحال میکنه اینه که من به عنوان یک بازیگر تو خونه نشستم، یعنی دارم حرکت میکنم. به این سریالا، فیلمایی که ساخته میشه چه در ایران چه در اینجا، مطمئنن 100% مطابق میل بازیگران نیست. امیدوارم یه روزی من فیلم خودم بسازم، بعد اون این سوال رو از من بکنی آیا راضی هستی یا نه. نقشه که من بازی میکنم تو هالیوود، هالیوود بالاخره خودمون میدیم هالیوود یعنی چی، پر از تریک و نمیدونم شاموتی بازیه، برای اینکه تماشاگری نمیخواد. تماشاگر میخواد که مثلا آقای سیلوستر استالونه یک نفره بره آلمان و تمام این جنرالای نابغه آلمان و سربازایی که تمام دنیا رو داشتن میگرفتن، این یه نفره میره میزنه و میکوبه و منفجر میکنه برمیگرده برش هست. ولی خب سینمای هالیوود فقط اون یکی تنها که نیست، این نوع که نیست، انواع مختلف. درسته درسته، یه دم روشن فکر داره که دارن دق میکنن. خب به زودی نه، منظورم گذشتهش هست، گذشته ای که بوده. بله. مثلا خب یه زمانی آدمای جان فورد بگیر بیا اینطوری. بله. بله. تو بقیه و اینها بره. اما به هر حال مجموعه راضی بود این تجربه است. من فهم می‌کنم ما ایرانی ها بهتره که در جریان کارهای فرنگی در جهان باشیم تا نباشیم، به دلیل اینکه اون گوشش لک داره.
خب همیشه همه چیز گوشاش لک داره و میتونه لک داشته باشه، ولی میخوام بگم چرا حضور پیدا میکنم در اینجا. البته بازیگر فعالی نیستم در این کارا، میدونید نقشانم خیلی با وسواس انتخاب میکنم و همین دلیل تو تعداد فیلم های زیادی نبودم، ولی اونایی که بودم به خصوص این اواخر مثل هوملند، مثل آرگو، میدونم چی هستم. تجربه خوبی. بسیار. حالا همون تجربه رو که در کارگاه نمایش داشتی چقدر خودت اینجا عمل میکنی؟ یعنی با بازیگران چقدر مجال دارن، چقدر امکان دارن که نقش داشته باشن در بخشای دیگه نمایش جز بازی؟ بله خیلی زیاد. ما در واقع کار گروهی میکنیم. بچه های این گروه ما تمرین های زیادی میکنیم، در حاشیه اون نمایش کار میکنیم، تمرین نفس، تمرین بدن، حرکات بدنی، تمرین سنسری ورک، اونایی که باهاش آشنا هستن همه این تمرین ها رو میکنیم. و وقتی به خود متن میرسیم قصدمون نیست که یه چیزی رو حفظ کنیم بریم دو صحنه، ابدا. بعضی وقتا بچه ها نقش های همدیگر رو بازی میکنن خیلی جدی. خیلی وقتا این بچه ها مثلا یک نقشی رو با تماما با خنده میگه یا تماما با گریه میگه. تمام این تجربیاتی میکنیم. گاهی یک ساعت و نیم یا دو ساعت نمایش رو ما در عرض 30 دقیقه همه رو میخونیم. بهش میگن fast reading، یعنی به سرعت دیالوگا تو هم میخوره و این کمک میکنه بچه ها واقعا در قالب اون کاراکتر باقی بمونن. اینه که این کاری که در کارگاه نمایش می شده تو این گروه ما انجام. خب چون هوشنگ اشاره کرد به لوری، ترجمه برای حتی یک بیننده ما این نمی دونه، ترجمه فارسی و لوریش هر دو فست ریدینگ سریخانی هستش که اصلا تکنیک هایی هم داره که خیلی فوق العاده است. مثلا توصیه میکنم به تمام بچه تئاتر که این تند خوندن با آدم کمک میکنه که بازی دیگه نکنه، چون رمز و راز بازیگری یعنی که بازی نکنه. درسته که اسمش بازیگری، ولی بازی نکنی، بلکه فقط باشی، در اون موقعیت قرار بگیر، در اون کاراکتر قرار بگیر. ببخشید دارم زیاد میز گرفت میزنم. نه این چه برنامه خودتونه. میبینیم بخش دیگه از کارهای هوشنگ توزیع رو در برنامه ویژه از گروه تفسیر خبر. من اگه میدونستم آدم اینقدر خسته بشه هرگز ازدواج نمیکردم. پس باشو من میارم بری طلاق بگیری. آنو مبارک باشد این وصلت میمون. تو یه سیب نمیتونی باز کنی؟ بذار من برم یه امبولانس بیارم. ما میخوایم ایران رو نجات بدیم از توی سراخی؟ من یه بابایی از این در آرم. یه بلاک میری؟ بیدات اپت؟ آرلایت رابرت انادر ایجا انادر ایجا اپل اپلی که نبه گفتم گفتگو میکنیم با آقای هوشنگ توزیع، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر. هوشنگ عزیز، سورپرایز پارتی راحت نمیشه کلمه آره، فرنگی به همین پارتی. آره و این در حال اجراست، درسته؟ میخوای اسمش رو اصلا عوض کنیم بذاریم آچمن؟ نه خیلی، به خاطر ما یکی نمیخواد این کار بکنه. سورپرایز پارتی سورپرایز پارتی رو روی صحنه داری. معمولا کار تموم میشه بعد شروع میکنی فکر کردن یا برای کار بعدی یا نه همزمان؟ معمولا نه، معمولا 10,000 تا فکر توی سرم میاد. همونطور که خدمتتون عرض کردم این نمایش رو در طول نوشتنش عرض کرد گفتم فرمودید چون عرض این روزا نرخ متفاوتی داره و ثابت نیست. بفرمایید. عرض کنم خدمتتون، ببخشید بازم گفتم عرض کنم خدمتتون بگم که نه، این سوژه ها مدام توی سر و مغز من خودش رو این برانور میکوبه تا اینکه بالاخره یک کدومشون منو دستگیر میکنه، میگه بشین اینو بنویس و من میشینم اونو مینویسم. اما برای پروداکشنش، برای انجامش خب باید صبر کنم یه نمایش تموم بشه
بعد بتونم اون کارو شروع بکنم. یکی از مشکلاتمون هم اینه. نمایش از کسی باشه، نمایشنامه‌ای در مسیرت بهش بر بخوری جذاب تا حالا نخورد؟ حتماً. من اصلا نبوده. دنبالش میگردم ولی نبوده. میدونی چرا نبوده؟ یک سری نمایش ها هست که چون من معتقدم وقتی که ما دیگه الان در یک جوامعی نمایشنامه نویسا با استعاره حرف میزنن، در اینجا همه چیز پوکر رو بازه به قول من. اینجا در استعاره حرف زدن یه خورده به نظر من لزومی نداره. در مرام شما نیست که اصلا. نه آخه لزومی نداره. کسی اینجا قرار نیست سانسور بکنه ما رو. کسی نمیگه تو چرا اینو گفتی یا چرا این نقش رو نوشتی، این حرف رو زدی. بنابراین اگه من الان بیام به سبک غلام حسین ساعدی مثلا، آره اصلا خب میگم تو که الان میتونی حرف بزنی، مشکلت چیه؟ خب حرف بزن دیگه. میدونی چی میگم؟ بنابراین حرف نمایشا طوری باید باشه که با تماشاگر ما رابطه برقرار بکنه. قرار نیست نمایش من بنویسم، چون من نمایش نامه نویس نیستم، شغلن که بنویسم بعد مثلا 40 سال دیگه نفر. درسته. همین امروز از چی میگن، از تولید به مصرف کننده، من آرزو میکنم روزی نمایش نامه نویس ایرانی، یکی از نمایش نامه ایرانی نمایشی به من پیشنهاد بکنه و من تمام تلاشم رو خب اگه بخواد برای تو نمایشنامه این رو بفرستن، چون الان در ایران مثلا فرض کنید ترانه‌ای رو میگن بچهای جوان هستن و میفرستن، نمیخوان اسمشون مطرح بشه مستقیما برای خواننده‌های و ترانه‌های خوبی هم هست باز وقتون. اگه بچهای جوانی بخوان برای شما، بله جناب عالی، بله ما گفتم تو به خاطر دوستی قدیمی میکنم، بینندهام غریب نیست، بفرستن میتونن این کارو بکنن؟ حتما میتونن. ایمیل بکنن. شما رو میتونن روی صفحه داشته باشن و بعد بله بله با کمال میل، با کمال میل. من زامن که هوشنگ عزیز تمام این نمایشنامه هر چی که شما هست بفرستید حتما میخونه و مطالعه میکنه و نظرش هم حتما براتون لذت میبرم. کارم اینه، شغلم اینه. بنابراین آرزو میکنم که این ارتباطات به وجود بیاد. و گفتیم بچهای تهران، ترانه سرا گذشته از ترانه سرا، واقعا ما بچهای با استعدادی در ایران داریم، به خصوص جوانترا و همه با استعداد. مثلا ایرانی با استعداد به دنیا میاد. این اغراق نیست؟ نه من ایرانی با استعداد اصلا نه ایران، من نمیدونم آخه ما چند تا در این جامعه، ما واقعا چند تا خواننده داریم، چند تا فیلمساز داریم، چند تا بازیگر داریم. بغلمون افغانستانه، بغلمون روسیه است، روسیه، بغلمون ترکیه هم هست. ما ببینیم آره نه ببینیم ترکیه هم آره. این یه بحث، میریم وارد آره، مسائل آره، نژادی میشیم. بزن نه باش، من یعنی معتقدم که یه سوالای توش هست که میگه اگه همه با استعداد، میدونم طنزیه داری میگی دیگه، خب ولی اگر ولی همه با استعدادن، سوال بعد این هستش که خب چرا یه همچین حکومتی بعد این همه مردمان با استعداد داره حکومت میکنه؟ اصلا تحمل این حکومت هم خودش استعداد میخواد. خیلی استعداد زیاد. ولی به هر حال اون چی که میخوام بگم آقای چالنگی اینه که جبگیرم نشدم. من واقعا کارهایی از بچه های ایران دیدم، درسته، چیزایی ازشون خوندم که فوق العاده‌ن. من چطوری اینو بگم، فوق العاده. من با آمریکایی هم در تماسم. بعضی از اون کارهایی که من میخونم، اگر اینجا مثلا آمریکایی بود، طرف اینجا بود، حتما یه سوپر استاری بود، یه استاری بود، یه آدمی بود، جالب بود. ولی بسیاری از خود بنده مثلا، بسیاری از دوستان من، خب نه نمونهش خود شما، گروه شما مثلا هوشنگ توضیح بعد یه نقش قدری بازی بکنیم برای با یه آدمایی که شاید اصول بازیگری هم زیاد نمیدونن، ولی نقش اولش رو بازی میکنن، اسمشون اونجا میاد. حالا ما هم میریم، من، شوره، خیلی از بچهای دیگه، اسممون کوچولو میاد، نقشه کوچولو داریم. خب این چی رو میرسونه؟ خب به هر حال البته با زحمات زیاد، کارهای زیاد، شوره عزیز حتی نامزد اسکار هم میشه، یعنی بله بله بسته نیست بله. که بیان بگن ایرانی هستین. شما حالا شما تصور اینو بکنید، خود شما اجازه بدین، اولا شما اومدین با دست خالی، با علاقه، پشتکان، خب تونستید تئاتر رو راه بندازین، کار کمی نیست. حالا خود ممکن شکست نفسی کنی، تئاتر حرفه‌ای در خارج از ایران که خب تماشاچیای بسیار خیلی خوشحالم، خیلی از اون بابت خوشحالم و از شوخی گذشت تردیدی نیست، ملت ایران هم مثل تمام ملت‌های دیگه آدم‌های با استعداد بسیار زیاد داره در زمین‌های مختلف در داخل کشور،
خارج از کشور. این رو چون من بگم، من مخالفتی با این نداشتم که بله بسیاری از مردم، نه خود شما هم بارها صحبت کردیم، شما خودتون هم همین الان گفتین که چه بچه های با استعدادی در زمینه ترانه حال شما میشناسین. من در زمینه تئاتر و سینما میشناسم، من یه فیلم های کوتاهی از بچه های تئاتر دیدم، بچه های سینما دیدم فیلم های کوتاه که واقعا موندم این آدم بدون داشتن اون امکانات یه همچین کاری کرده و من گریم میگیره، بغض میکنم که چرا اون آدم فیلم نمیتونه بسازه. حالا این بچه های با استعداد آیا چقدر در ایران امکان ساختن دارن؟ باید به اونجا اشاره کرد. درست. چرا اینا کار نمیتونن بکنن؟ چرا اون وقتی فیلم های خوب ایرانی داریم و فیلم های بدنه هم، فیلم های مبتذل هم زیاد داریم؟ بسیار از کارگردان های ایران که میشناسم شون اینا گریه میکنن از این همه ابتذال که میاد فروشای میلیونی و میلیاردی میکنه. خب اینا اونا دارن زجر میکشن. من آرزو میکنم به عنوان تئاتری آرزو میکنم که 50 تا جمشید چالنگی به نام ناطقی بود که راجب تئاتر نقد مینوشت، که حالا شما دوتا هم اصلا نمینویسین، اون دوتا هم که داشتیم دیگه نداریم، 50 نفر میامدن و تئاتر من نقد میکردن و من کیف میکردم و منو میکوبیدن، با من مخالفت میکردن و من یاد میگرفتم، میفهمیدم، احساس میکردم تنها هستم. نه چرا بکوبید؟ نکوبید آقا، نه میگم آخه اصلا خوبه، ببین سکوت بده، سکوت بده. نه نوشتن کار ارزشمند، کارهای بسیار ارزشمندی که قبل از انقلاب در کارگاه نمایش به صحنه بردید همراه به بازیگرهای دیگه و خیلی جالب بود. باید یاد بگیریم بر علیه هم بلند نشیم در کار تئاتر، اصلا در هیچ زمینه ای. ما باید با هم منتقد هم باید باشیم، ما باید مصلح هم باشیم، ما باید حرف بزنیم با هم دیگه. ایدئال خوبیست، ایدئال نیست، خدا خیلی راحت نشده. یعنی شما ببینید کسی که الان 80 یا کسانی که 82 میلیارد یورو بله از کشور خارج کردن، بله بله اطلاع داری؟ بله متاسفم، بچه های وزیر وکیل های ترکیه هم در همه ارتباط. خب این جنایته، خب من راجع به این نمیگم. اینو میتونی یاد بلده؟ نه بله هم باشیم. نه اون بلده انجام نمیده، نه اون جرمه. من نمیگم با یک مجرم شما باید بریم ماچش بکنین، ماچش هم بکن ولی زندانش هم بکن. حسین لاجوردی رو میشه ماچ کرد؟ حسین لاجوردی رو به عنوان یک انسان، نه منظورم شریعت مداری، همون لاجوردی، نه به عنوان یک انسان آره، ولی وقتی اون بغض و کینه و چرک رو ازش میخونین خب خوشت نمیاد ازش، ولی آیه به عنوان یک انسان اگه این توی چاه افتاده باشه بگه آه من حسین سر من کمک، شما نمیدین کمک بکنین، خب میکن چون ایرانی اولا انسانه، ولی باش مخالفی میگه آقا شما بغضالود میبینی مسائل رو، شما چرکالود حرف میزنین، بحث جداست. ولی مجرم دیگه، بندم جرمی بکنم بعد جواب. اگه در شاه بود خب بعدم میگه واسه اونجا باش جای نرو تا بجا کجا دارم برم، یه تو یه تیکه تو نمایش شما من آره در نمایش بعد تایشا کجا دارم که برم. هوشنگ عزیز به من بگید که اجرای بعدی کجاست؟ اجرای بعدی ما بله، این اجرای بعدی ما چند نفر از ایرانیان فرهیخته فرهنگی لطف کردن این نمایش دعوت کردن برای که در دانشگاه استنفورد در شمال کالیفرنیا اجرا بشه برای دانشجوهای ایرانی و بعد مردمی که میان، و من این اولین باره که این اتفاق افتاده برای گروه ما و من خیلی خوشحالم از این بابت، واقعا ازشون ممنونم. البته خودشون هم زیاد دوست ندارن که راجع به این مسئله حرف زده بشه، حتی به ما گفتن که آگهی نکنید برای این قضیه، برای اینکه خودشون اعضایی دارن میان میبینن، اما برای تئاتر ایرانی به طور کلی خوبه. آقای بهرام بیضایی اونجا اجرا داشتن، یک اندامنتی وجود داشت که حالا از ما هم دعوت کردن، ما 12 ژانویه این نمایش اونجا اجرا خواهیم داشت. من خیلی از این بابت خوشحالم، احساس میکنم بعد از سالها دوندگی یه خورده دارم جواب میگیرم به قول معروف، به هر حال خوشحالم. بله همین بسیار. و مطمئن هستیم با کارهای بعدی جوابهای باز هم همچنان خوب زیبا از مردمانی که دوست دارن به تئاتر برن و بسیارن، اونچنان که در سورپرایز پارتی دیدیم، در اجرایی که من دیدم در لس آنجلس سالن پر بود.
هوشنگ نظر خودشو داشت به عنوان نویسنده کارگردان بازیگر قهقهه مردم زیر سقف تالار، آینه ای که تعبیری که به کار برده شد، آینه ای که تئاتر در برابر بینندگان میگیره و گاه ضعف‌های خودمون رو در تئاتر میبینیم. اون چه که در سورپرایز پارتی دیده شد و نکته جذاب و اشتراک بینندگان با نویسنده و بازیگران و کارگردان تئاتر. سپاسگزار هستم. من ممنونم از شما، واقعا ممنونم. امیدوارم که من که وقت خوشی داشتم اینجا. سپاس بسیار روشنگ توضیح گرم، با سپاس. و امیدواریم در برنامه‌های آینده همچنان برنامه‌های دیگه‌ای در لس آنجلس، برنامه‌های ویژه یا جای دیگه با هوشنگ توضیح گرامی باشیم. به پایان این برنامه ویژه تفسیر خبر می‌رسیم. با سپاس بسیار از وارتان عزیز که کارگردانی و تدارکات فنی این برنامه رو بر عهده داشت، و با سپاس ویژه از شبکه تلویزیونی پاس و آقای مهندس شجره مدیر شبکه تلویزیونی پاس. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. موسیقی